نویدی بامدادی از رادیو آزادی که امروز 14 اکتبر تقدیم شما بینندگان عزیز می شود امیدوارم روزتان با برور باشد. ساعت به وقت پراگ راست و هفته صبح و من آماده هستم که خبرهای تاجیکستان و جهان را برای شما در چند دقیقه دیگر برسانم. در اول برای اونهایی که در برای پروازهای چارتری دونستان میخواهند معلومات میدیم که امروز طبق جدول تصدیق نموده مقامات توجیک و روس از روسیه به توجیکستان 4 پرواز چارتری در نظر میباشد. 3 پرواز از مسکو و 1 پرواز از یکاترینبورگ به پایتخت توجیکستان صورت میگیرد. در برای گشودن مرزها و راه‌اندازی پروازهای دائمی بین دو کشور هنوز معلومات تازه دسترس نیست. در ادامه موضوع روسیه، در تیومین روسیه دیروز دادگاه پدر و دو پسر را که زاده تاجیکستانند به زندان محکوم نمود. این 3 نفر بر بودن یک هموطن خود و طلب 2 میلیون روبل برای رهایش گناهگار دانسته شدند. در پرونده آمده است که محکوم شده ها ماه نوامبر سال گذشته شهرام صاحب 20 ساله را که فروشنده خشک میوه بوده است با بهانه فروختن چهارمغز به خانه دعوت میکنند. پدر 55 ساله و پسران 22 و 28 ساله او این جوان تاجیک را لات و کوب کرده دست پایش رو میبندند و برای آزادیش از نزدیکان او پول تمام میکنند. ولی به این جوان بعد 5 روز اسیری میسر شده است که از دست آدم ربایان فرار کند. پلیس این 3 نفر رو بازداشت کرده، دادگاه آنها رو متناسبن از 8 تا 9 سال از آزادی محروم کرد. رو میوریم با قرغیزستان. به نظر میرسد که جامعه جهانی از پرزیدنت قرغیزستان سورون بوجینبیکوف پشتیبانی نموده امیدوار است که رهبر قرغیز نظم و ثبات را برقرار میکند و در این کشور حکومت قانون پایبر جا خواهد بود. پرزیدنت قرغیزستان سورون بوجینبیکوف تصمیم گروه وکیلان مردمی درباره تعیین صادر جاپاروف به مقام سروزیر قرغیزستان را رد کرد. جاپاروف هفته گذشته در اوج آشوب‌های مخالفین که باعث برکناری حکومت قرغیزستان گردیدند از زندان رها شده بود. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قرغیزستان میگوید هنگام انتخاب جاپاروف کوارم یعنی اکثر وکیلان مردمی حضور نداشتند. بر علاوه سر از 5 اکتبر برابر اعلان نتیجه انتخابات پارلمانی یک روز پیش هزارها نفر به نشان اعتراض به میدان‌های بیشکک برآمده کشور در حال بی‌ثباتی قرار داشت. بعضی وکیلان مردمی و فعالان سیاسی پیشبری نامزدی جاپاروف را زیر سوال گذاشته بودند. روز 13 اکتبر وکیلان مردمی قناتبک ایسایف را رئیس پارلمان جوگورکو کنش انتخاب کردند. جای یادآور است که در رفت اعتراض‌ها رئیس پیشتره پارلمان قرغیزستان داستان جمعبیکوف با استعفا رفت و گروه وکیلان مکتیبک ابیلدایف را به مقام رئیس جوگورکو کنش انتخاب کرده بودند، ولی نامبرده 10 اکتبر وظیفه را کنار گذاشت. در این بین سفارت ایالات متحده آمریکا در بیشکک از اقدام‌های پرزیدنت جیانبیکوف دستگیری نموده ابراز داشت که گروه‌های منظم جنایی دموکراسی قرغیزستان را با تهدید روبرو می‌کنند. شما نویدی بامدادی را تماشا دارید. یک زن از شهر سرافشان ولایت سغد با گمان کشتار دستگیر شده است. وزارت کارهای داخلی میگوید گمانبر ساکن 40 ساله جماعت قلعچه کلان 12 اکتبر با شوهر 54 سالش مناقشه کرده است. بنگومی جنجال زن با تبر به سر شوهرش میزند و در نتیجه مرد در جای حادثه به هلاکت میرسد. سبب مناقشه شرح دادن نشده است. از روی این قضیه تفتیش ادامه دارد. حکومت دوشنبه میخواهد تا آخر سال در راههای پایتخت 100 عدد ترالیبوس‌های موثر استحصال بلاروسیا را به کار اندازد. طبق اطلاعی شهرداری هر ترالیبوس حدود 250 هزار دلار نرخ داشته، علاقه 60 عدد آن به پایتخت ورید کرده شده است. ترالیبوس‌های موثر از لحاظ استفاده برق کم خرج بوده، اقتدار غنجایش تا 90 نفر مسافر را دارند. شهرداری میگوید همچنین نیت خریداری 300 عدد اتوبوس‌های موثر از جمله автобусои дуқабатаро дар нақша дорад. پیشوای مخالفین بلاروس سویتلانا تیخانوفسکای از الکساندر لوکاشنکا طلب کرد که در دوامی 12 روز از وظیفه‌اش دست بکشد، وگرنه کورشکنی سراسری کشور برپا خواهد شد. طلب ما باید تا 25 اکتبر اجرا شود. در حال مقابل ما به طور آسایشته به کوچه ها میبرویم. در اظهاراتی که تیخانوفسکای 13 اکتبر نشر نمود همچنان طلب شده است که تمام محبوسان سیاسی رها گشته تعقیب اعتراضگران خاتمه یابد. تیخانوفسکای افزوده است
ششم اکتبر کورشکنی عمومی سر می شود موسسه ها از کار میمونند راه ها بسته می گردند از زمان انتخابات پرزیدنتی 9 آوگوست بلاروس با اعتراضات سراسری مواجه می باشد مقامات بلاروس می گویند در این وضعیت الکساندر لوکاشنکا بار ششم غالب آمد ولی مخالفین نتیجه انتخابات را قبول ندارند و می گویند آن سرشار از تقلب بوده است در ترکمنستان وضع اقتصادی اهالی همروزه بد می شود. ساکنان ولایت ماری در نقدسازی پول مشکل دارند. امروز در نزد بانکمات‌های ولایت ساکنان در نوبت هستند تا مزد معاش نفقه یاردن پولی برای معیوبیت و نگاهبینی کودکان را که چور مبوز نگرفتند دریافت کنند. اطلاع میدهد خبرنگار بخش ترکمنی رادیو زودی. به گفته او با هدفی به ترتیب در آوردن نوبت پویی در نزد بانکمات‌ها بانک‌ها چیپته یا تالون‌ها را اندازی کردند اما با اطلاع ساکنان آن هیچ نتیجه مثبتی نداده است. در این تالون ها که هفته گذشته داده شده است زمان دقیق گرفتن پول 12 اکتبر درج شده است. همزمان ساکنان میگویند برای گرفتن این تالون ها نیز ضرور است در نوبت بیستیم. اما ساکنانی که 12 اکتبر نزد بانکمات ها رفتند با مشکل روبرو شدند میگوید خبرنگار رادیو زودی. گروه دانشجویان هندوستانی که در دانشگاه دولتی تیبی تاجیکستان تحصیل میکنند روز 12 اکتبر با هواپیمای چارتری از دهلی به دوشنبه برگشتند از پلوس می نویسد که در مجموع 350 دانشجویان از هندوستان به تاجیکستان بازگشتند روزهای نزدیک باید همین مقدار دیگر محصلین برگردند همه دانشجویان برگشته از سنجش کرونا ویروس گذشته در یکی از خوابگاه‌های دانشگاه تیبی به قرنطینه گرفته شدند منبع خبرگزاری گفته است هنوز معلوم نیست که دانشجویان باقی مانده این دانشگاه از آسیای مرکزی پاکستان، بنگلادش و خاورمیانه کی به دوشنبه برمی‌گردند. پلیس ولایت جیزخ ازبکستان خبر داد که در نویه گالا ارالی ولایت با گمان استخراج غیر قانونی طلا چند آدم بازداشت شده است از بازداشت شده ها وسیله های طلاجویی مصادره گردیده است به اطلاع پلیس از روی حادثه طلاجویی تفتیشات ادامه دارد ماه آوگوست سال جاری رسانه ها خبر داده بودند که چند آدم با گمان غارت سنگ طلا بازداشت شدند که نزدیک 23000 دلار ارزش داشت مولود رفیع و خبرنگار گروه رسانه های از پلوس در سن 56 سالگی درگذشت. سبب مرگ او هنوز دقیق نیست اما دوستانش میگویند رفیع و چند روز اخیر از سلفه و حرارت بلند شکایت داشت. مولود رفیع و از خبرنگاران فعال در ولایت سوغد بود که موضوع گرفتاری با کووید 19 را در شمال تاجیکستان انعکاس میکرد. او همچنین موضوع مناقشه ها در مرز تاجیکستان و قرغیزستان را از نزدیک پیگیری مینمود. مولود رفیع و همچنین رهبری نمایندگی انجمن ملی رسانه های مستقل در ولایت سوغد بود. ستاره جهانی فوتبال کریستیانو رونالدو گرفتاری کرونا ویروس شده چند روز آینده در قرنطینه خواهد بود. هواداران فوتبال انتظار دارند که او زود شفا یافته تا قوا آزمایی دسته های یوونتوس و بارسلونا به میدان برمیگردد. حالا رونالدو در یوونتوس و ستاره دیگر فوتبال جهانی لیونل میسی در بارسلونا هنرنمایی میکنند. روز سه‌شنبه فدراسیون فوتبال پرتغالیا گفت کرونا ویروس با کریستیانو رونالدو حمله‌ور منتخب فوتبال پرتغالیا و دسته یوونتوس ایتالیا سرایت کرده است. با گفتی همین منبع این ستاره 35 ساله فوتبال خود را خوب حس می‌کند، سرایت کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 را بدون مشکل می‌گذراند ولی 14 روز آینده در قرنطینه خواهد بود. رونالدو در قوازمایی پرتغالیا بر ضد شویتسیا اشتراک نخواهد کرد. کرونا ویروس به دیگر اعضای منتخب پرتغالیا سرایت نکرده است. هواداران فوتبال امید دارند که تا 28 اکتبر رونالدو شفا خواهد یافت و در چارچوب جام لیگ قهرمانان اروپا در قوازمایی دستش یوونتوس با بارسلونا اشتراک میکند. کپیتان بارسلونا لیونل مسی رقیب اساسی رونالدو می باشد. سال هاست که این دو نفر برای عنوان بهترین فوتبالباز روی عالم رقابت دارند. و بینندگان عزیز در آخری صحبت در برای قرب اثار خارجی برای شما میگویم بانک ملی تاجیکستان برای امروز 14 اکتبر قرب اثار خارجی را این گونه تعیین کرده است 1 دلار 10 سومونی و 33 درم است 1 یورو بر عوض 12 سومونی و 18 درم خرید و فروش می شود و 1000 روبل روسی باشد 133 سومونی و 70 درم ارزش دارد بینندگان عزیز سپاس میگویم که ما را تماشا کردید با خبرهای بیشتر از این من شما را 3 ساعت پس منتظرم روزی خوب و ببرارید داشته باشید